سلام، من نسرین هستم و الان همتون رفتین جتون بگیرین کارگاه. اوکی، بعد با عنوان ارائه حریم شخصی در خدمتتون هستم. حدود 30 دقیقه و امیدوارم که وقتمون برسه. به همین خاطر اگه بشه خیلی خوب میشه، که یعنی سوالمون رو نگه داریم آخر سر تا بتونیم به همین چیزی که من میخوام اشاره کنم اشاره کنیم. توی این ارائه من به این موضوع، من احساس میکنم که صدا یک مقدار زیاده. توی این ارائه من میخوام به این موضوع اشاره کنم که حریم شخصی چی هستش و امنیت دیجیتال البته، و چرا باید به حریم شخصی و امنیت دیجیتال خودمون اهمیت بدیم، چه خطراتی اینها رو تهدید میکنه و ما چه مقابله هایی میتونیم باهاش داشته باشیم. و اگه من یک مقدار تونتون صحبت کردم باز من اشاره بدیم. خب، حریم شخصی چیست؟ حریم شخصی در حالت کلی به معنی حق تنها موندن یا آزاد بودن از نفوذ و دخالت دیگران معنی پیدا میکنه و یکی از حقوق اساسی انسان یا بشر محسوب میشه. وقتی که حرف از حریم شخصی میزنیم این یه چیز جدیدی برای ما نیستش، چون به صورت پیش‌فرض ما همه ما این حریم رو برای خودمون داریم. وقتی که یک نفر میاد از ما یه سوال رو میپرسه، اگه این سوال برای ما یک مقدار ناخوشایند باشه، چه حالا فکر کنیم که این چرا داره این سوال از من میپرسه. مثلا ممکنه که یه نفر من بگه که من به شما بگم که چرا حقوق شما در ما چنده، شما ممکنه نسبت به این سوال گارد بگیری که این حریم شخصی منه، من دوست ندارم اینو بگم، ولی ایشون ممکنه بگه که اوکی نه من مشکلی ندارم و میگم. پس هر کسی حریم شخصی خودشو داره و این مثال نشون داد که این قضیه نسبیه، نسبت به فرهنگ یا مسائل دیگه ممکنه این جوابش فرق کنه. و حریم شخصی میتونه باور ما باشه، عقیده ما باشه، فکر ما باشه، ارزش ما باشه که میخوایم ازش محافظت کنیم. یکی از انواع و همچنین بدن ما و مثالهای دیگه، یکی از انواع حریم شخصی میشه حریم شخصی اطلاعات. حریم شخصی اطلاعات چیه؟ دقیقا میگه که حریم شخصی اطلاعات به معنی این که ما چه اطلاعاتی جزء حریم شخصی ما محسوب میشه. مثلا ممکنه هویت من جزء حریم شخصی اطلاعات من باشه، اسم من، شناسایی شناسنامه من، آدرس من و و و و. ولی وقتی که این همچین مسائل رو میاریم، این واقعا به این معنی نیستش که افرادی که میخوان گمنام یا ناشناس بمونن حتما این حریم شخصشون رو حفظ میکنن. مثالی که گفتم خاطرتون هست، قضیه حقوق، هر کسی حتی اگه مشهور و محبوبم باشه در هر حال حریم شخصی خودش رو نگه می‌داره. نسبی هست ولی همه این حریم شخصی رو دارن. پس حریم شخصی اطلاعات میشه اون محدوده‌ای که ما برای اطلاعات خودمون در نظر می‌گیریم. خب وقتی که ما حرف از حریم شخصی میزنیم، ناخودآگاه به سمت امنیت هم میریم. مثل یک مثال سادهش این میشه که مثلا میریم یه زمینی میخریم، بعد اون به خاطر اینکه اون زمین مشخص کنیم که مال ماست، خب یه 4 سانت 5 سانت چه میدونم یه آجوری هم دورش میکشیم که این مال منه. یا مثلا خونمون میشه حریم شخصی ما، بدون توجه به اینکه ما تو خونمون چی داریم یا چی نداریم مواظبش هستیم و درشو قفل میکنیم. یا مثالای دیگه. پس وقتی که ما میگیم که حریم شخصی اطلاعات و ما باید ازش امنیت کنیم، الان تو دنیای واقعی که الان داریم زندگی میکنیم اطلاعات ما بیشتر تو کجاست؟ ما از اینترنت استفاده میکنیم. در حقیقت از اینترنت استفاده میکنیم که اطلاعات رو رد و بدل کنیم. پس اطلاعات ما توی اینترنته. پس امنیت ما توی اونجا میتونه معنی پیدا کنه. به همین خاطر امنیت دیجیتال اینجا معنی میشه یا شکل میگیره. پس به امنیت اطلاعاتمون توی اینترنت و محیط آنلاین کلا میگیم که امنیت دیجیتال. خب حالا اینکه چرا باید همچین امنیت رو ما حفظ کنیم؟ وقتی که ما داریم از اینترنت استفاده میکنیم، وقتی که وارد دنیای مجازی داریم میشیم، با دنیای واقعی فرقای زیادی داره. یه سری از مرزها رو داره، یه سری مرزها رو نداره. من الان با شما دارم صحبت میکنم، همین لحظه شما بخواید تماس هم بگیرید،
با یه جای دیگه توی کشور دیگه بگه که مثلا نسرین چی گفت، همون لحظه تماسمون برقرار نمیشه. اما خب ما این مرز رو تو اینترنت نداریم، اطلاعات به سرعت دارن پخش میشن و حتی اگه من اطلاعاتم رو از اون سورسش پاک کنم باز پخش شده رفته و شاید یه نفر اصلا تو کامپیوترش اینو ذخیره کرده. در نتیجه به خاطر که قوانین و رفتارهای دنیای واقعی ما با دنیای مجازی فرق میکنه، نباید عین هم باهاشون رفتار کنیم. و همچنین اینترنت برای ما کلی مزایا داشته، تکنولوژی، پیشرفت و کلی چیزهای دیگه. همونقدر هم که برای ما خوب بوده، برای افراد شرور و آدمای بد اومده یه راهی رو باز گذاشته که اینا بتونن بیان سوء استفاده، کلاهبرداری یا هر کاری که خودشون فکر میکنن که خوبه و زرنگی و باهوششون رو فکر میکنن دارن نشون میدن انجام بدن. یا افراد صاحب قدرت، افراد صاحب قدرت هم میتونن با استفاده از اون قدرتشون به یه سری اطلاعات ما از طریق همون اینترنت دسترسی داشته باشن. اینجاست که ما باید بدونیم که لزومش اینجا برای ما معنی پیدا میکنه که ما باید حریم شخصی خودمون رو حفظ کنیم. توی این قضیه چرا باید حریم شخصی خودمون رو حفظ کنیم، این رو هم مطرح کنم که ما این حرف رو خیلی میشنویم وقتی که میگیم که چرا مراقب نیستی، چرا مراقب ایمیلت نیستی، چرا سیستمت رو ول میکنی میری و اینا. میگن که خب من چیزی به در دست دادن ندارم، یا عکسشو میذاره یا راجب اخلاق و روحیاتش خیلی راحت توی شبکه‌های اجتماعی صحبت میکنه و خیلی اطلاعات رو ناخودآگاه داره پخش میکنه و در نهایت میخواد بگه که اوکی من که چیزی ندارم و نمیترسم. خب پس چجوریه که در خونه هامون رو قفل میکنیم میریم؟ چجوریه که در ماشینمون رو قفل میکنیم؟ پس چرا در ماشینتون رو واز نمیذارین، سوشون هم نمیذارین روش؟ یا در خونتون رو واز بذارین بدون توجه به اینکه تو خونتون چقدر مال و ملال هست یا چقدر مال و ملال نیست؟ شما باید در اگه این تفکر هست پس باید در خونتون هم واز بذارید. یا چرا نگران میشیم که بچه‌مون میره با یه نفر دیگه صحبت میکنه غریبه؟ یا چرا احساس ناامنی و احساس میکنیم که آزادیمون از دستمون میره اگه بفهمیم که کسی پشت سر ما داره راه میاد و داره ما رو میپاد؟ خب ولی ما تو دنیای مجازی همه این اتفاقات برامون میفته ولی متوجهش نمیشیم. دلیل این که ما اصلا این رو درک نمیکنیم به خاطر اینه که جنس دنیاهامون فرق میکنه. من تو دنیای واقعی الان دارم شما رو میبینم، به شما نگاه میکنم، با شما صحبت میکنم. فرض کنیم اسمتون اصلا علی هستش مثلا، بس میدونم که علی نامی هست که من دارم باهاش صحبت میکنم. فروشگاهی هست میرم توش خرید میکنم، جنس رو دست میزنم، پولمو یا نقد پرداخت میکنم یا با پست یا هر چی، بانک، همش قابل لمسه. اگه خطری هم تو دنیای واقعی باشه، فرضاً یه موتور سواری بیاد کیف منو بدزده و بره، باز من اینو میبینم. کیف من یهو غیب نمیشه، یه نفر میاد اینو میچاپ، اینو میگیره میره. خیلی خوب، پس این چون در حقیقت برای من همه چیزش قابل لمسه، با این تجربه میام وارد دنیای مجازی میشم. احساس میکنم که اوکی، پس مگه کسی رو ندیدم که بیاد بدوزه بره؟ یا مگه میشه که کسی که عکسش همین شکلیه، اسمش هم نوشته علی، این نباشه، یه نفر دیگه باشه؟ چون تفاوت دنیاها رو در نظر نگرفتم و تجربه ای از دنیای واقعی دارم، اون تجربه رو آوردم توی دنیای مجازی که برای من قابل لمس نیست، فکر میکنم که یک امنیت کاذبی به هم دست میده و طبق اون امنیت کاذب اهمیت نمیدم و خیلی راحت آزادانه بدون توجه به اینکه اطلاعاتمو دارم پخش میکنم یا ایمیلم داره پخش میشه یا دارم کنترل میشم و و و و اینا رو همه رو میذارم کنار و کارام میکنم، در صورتی که خب درست نیست دیگه. خب وقتی که میخوایم بدونیم که اوکی حالا ما وارد دنیای مجازی شدیم، داریم کارمون رو توی دنیای مجازی انجام میدیم، الان باید ببینیم که این دنیامون رو باید بشناسیم. وقتی که میخوایم بدونیم که چجوری از خودمون محافظت کنیم، خطراتش رو در نظر میگیریم و شروع میکنیم میگیم که با توجه به این خطرات که داره ما رو تهدید میکنه چه راهکارهایی برای این هست و من میتونم که از خودم محافظت کنم. یکی از خطراتی که ممکنه که توی اینترنت تو دنیای مجازی باشه و ما توسط این خطر به ما تهدید بشه و نمیدونم اطلاعاتمون رو از دست بدیم، یکی ارتباط اینترنتی ناامن هستش. یعنی چی؟ یعنی که خب من وارد یه فروشگاهی میشم آنلاین، خریدمو انجام میدم، بعد میرم وارد درگاه، وارد سیستم شاپرک میشه، HTTPS و شاپرک، خب بعد خریدمو انجام میدم. خب حالا این قضیهش چیه؟ ما وقتی که به اینترنت وصل میشیم، هویت میگیریم توسط IPمون. IP ما میشه هویت ما. و در وهله اول وقتی که من یه مرورگر رو باز میکنم، وارد یه سایتی میشم، IP مشخص میشه، ISP میفهمه که نسرین اومد
کدوم سایت مقصدش هم مشخص شد و چه اطلاعاتی داره بین سایت سیستم نسرین کلاینت و سرور همون سایت مقصد من رد و بدل میشه. پس من فی‌الواقع همون وهله اول این سه تا رو دارم از دست میدم. خیلی خوب، وقتی که از پروتکل HTTPS استفاده میکنیم چه اتفاقی میفته؟ اطلاعات رد و بدل شده بین سیستم من، کامپیوتر من و اون سایت مقصد من رمز شده منتقل میشه. در نتیجه اطلاعات کارتی من میتونه محفوظ بمونه یا یوزر پسی که داره منتقل میشه میتونه محفوظ بمونه. همچنان IP من مشخصه، نسرین رفته مثلا دیجی کالا خرید کرده، ولی اطلاعاتی که داره رد و بدل میشه اون رمز شده است. در هر حال کسی میتونه، یک نفر فرد میانی دوباره میتونه وارد شه، ولی تو حالت HTTP همه چیز رو میبینه، توی حالت HTTPS به خاطر اینکه اطلاعات رمز شده است نمیتونه چیزی رو بفهمه. البته 100% نیست، ولی خب بالاخره خب خیلی هزینه و اینا داره، نمیصرفه که به همین سادگی بتونن به این دسترسی داشته باشن. و به خاطر اینکه بخوایم از پروتکل HTTPS استفاده کنیم، علاوه بر اینکه بتونیم از ادان HTTPS everywhere استفاده کنیم، سمت سرورمون هم باید سرتیفیکیت SSL رو داشته باشه. یکی از راه های خطرات دیگه ای که ممکنه امنیت ما، ناشناسی ما یا اطلاعات ما رو تهدید کنه این هستش که ما IPمون همیشه نشون میده که من نسرین کجاها رفتم یا شما کجا رفتید. به خاطر اینکه بخوایم این ردپای خودمون یا هویت خودمون توی اینترنت، نشانی خودمون رو توی اینترنت مخفی نگه داریم، راه‌های زیادی هست. یکیش استفاده از تور و VPN هاست. وقتی که داریم از VPN ها استفاده می‌کنیم چه حالتی می‌افته؟ یه سروری هست خارج از ایران، یک کانال رمز شده بین سیستم من و سرور برقرار میشه و اطلاعات بین سیستم من و سرور به صورت رمز شده منتقل میشه. تو اینجا چه اتفاقی میفته؟ اطلاعات رمز شده است حفظ میشه. IP من حفظ میشه چون من دارم از IP VPN استفاده میکنم. خب سایت مقصد، خب وقتی که اصلا IP من نسرین وارد اون سایت نشده، حالا اون سرور سایت IP اون سرور به هر جا که میخواسته بره، اون باز به من ربطی نداره. چیزی که توی VPN خیلی مهمه این هستش که من باید به اون کسی که فرضاً ازش VPN خریدم مطمئن باشم، چون اون میدونه که نسرین کانکت شد به اون VPN و الان داره کجا میره. پس من باید یکی اطمینان از این داشته باشم، یکی هم از این که اون نرم افزاری که سمت سایت خود من نصب میکنم من کاربر رو دارم میگم. از اون نرم افزار هم باید مطمئن باشم که نسخه های قدیمیش رو استفاده نکرده باشم که باگ و اینا نداشته باشه. در مورد تور، قضیه خب فرق میکنه. وقتی که ما بخوایم از تور استفاده کنیم، یک شبکه رمز شده است که اطلاعات متی من میخوام از تور استفاده کنم، یه سایت رو میزنم، از مرورگر تور دارم استفاده میکنم، اطلاعات من وارد مرورگر تور میشه، از تور شبکه ای از کامپیوترها یا تقویت کننده هاست که اطلاعات رو از کامپیوتر به کامپیوتر دیگه منتقل میکنه. من سیستم رو باز میکنم، مرورگر باز میکنم، میگم فلان داد فلان وارد تور میشه، اطلاعات داخل شبکه تور رمز شده منتقل میشه تا از آخرین تقویت کننده بره سمت سایت مقصد. اینجا IP من مخفی میمونه به خاطر اینکه داره از تور استفاده میکنه، مقصد من مخفی میمونه چون که خب تور داره آخرین کلاینت داره وصل میشه، پس مشخص نمیشه حتی اون آخرین کلاینت از کی این اطلاعات رو گرفته. چیز قسمت خیلی مهمش اینه که از سیستم من وقتی که داره وارد شبکه تور میشه این قسمت اطلاعات رمز نشده است و از سمت آخرین تقویت کننده به سایت مقصد. طبق مثال قبل، مورد قبلی که گفتیم، به خاطر این هم باید از اون HTTPS استفاده کنیم تا اطلاعات اول و آخرمون هم رمز بشه. اینجا هم گفتیم IPمون کاور میشه، سایت مقصد هم کاور میشه، اطلاعات هم که رمز شده است. خب ما وقتی که شروع میکنیم به هم دیگه ایمیل میزنیم از طریق اینترنت، در بهترین حالت حداقل کسی که میتونه ایمیل های ما رو بخونه کسی هستش که داشت سرویس ایمیل رو گرفتیم. خب فکر میکنم که در حالت عادی من حتی وقتی میخوام به شما ایمیل بزنم، اگه ایشون میخواد ایمیل به شما برسونه، من حتی راضی نمیشم که ایشون ایمیل منو ببینه. اصلا فرقی نمیکنه که من تو این ایمیل چی نوشتم چی ننوشتم، اون بحث حریم شخصی است، نمیخوام کسی اون وارد حریم شخصی من بشه. پس در نتیجه طبق همین عکس هم که ببینید، وقتی ایمیل میزنیم
سرویسی که گفتم حداقل کسیه. افراد دیگه هم هستن که با صاحب قدرتن یا افراد شرور و بد یا هر چیز دیگه ای میتونن به محتوای ایمیل من به شما دسترسی داشته باشن. در نتیجه باید از سیستم های رمزنگاری استفاده کنیم که توی کارگاه دانیال راجع به این قضیه صحبت میکنه که فکر میکنم از پی جی پی روی تاندربرد صحبت میکنیم. خب مورد بعدی که خیلی رایجم هست حملات مهندسی اجتماعیه. حملات مهندسی اجتماعی هم چیز دور یا عجیبی برای ما نیست. ما توی دنیای خودمون بین خودمون هم این کارو میکنیم. معمولا من مثلا با شیرین زبونی مثلا ممکنه بخوام سر شما رو مثلا گول بمالم، یه سری اطلاعات از شما بگیرم، بعد شما خام میشی، شما رو به صحبت میکشم و شروع میکنی میگی و اطلاعات میدی و این راحت ترین و سریع ترین راهیه که یک نفر میتونه از کسی اطلاعاتو بگیره بدون اینکه وقت صرف کنه بشینه و هک کنه یا ادرسای دیگه استفاده کنه، پسورد به دست بیاره یا هر چی. خیلی راحت میبینی یه نفر شروع کرده داره صحبت میکنه، میگه که مثلا پسوردش چیه تو خلال حرفاش، از چه الگوریتمی داره استفاده میکنه. مثلا برمیگرده میگه که من همیشه شماره شناسنامه‌ام تو پسوردام هست، شماره شناسنامه‌ام اسم کوچیکم. پیش اومده که دارم اینجوری میگم. در مورد لینک ها، در مورد حملات مهندسی اجتماعی اینم بگم و یکی از رایج ترین حملات مهندسی اجتماعیمون، رایج که نه، یکی از رایج ترین، درسته دیگه، یکی از رایج ترینشون فیشینگ هستش. چه اتفاقی میفته؟ یه مثال دارم میگم. یه ایمیلی رو دریافت میکنید، ظاهرش دقیقا شبیه ایمیل هایی که از فیسبوک میگیرید، بعد نوشته که آره اکانت شما هک شده و بیا اکانت بیا برو روی لینک کلیک کن و پسورد تو عوض کن. شما خب به لحظه اول مثلاً شوکی بهتون وارد شده یا ترسیدید یا هر چیز دیگه ای، بدون اینکه بخواید اون اورجینال ایمیل رو چک کنید شروع میکنید، لینک رو کلیک میکنید، وارد صفحه لاگین میشین، یوزر پس وارد میکنید و خب تمام، شما اکانت و پسورد فیسبوکتون رو دادین دست کسی که این صفحه رو درست کرده و شما دیگه کنترلش رو ندارین، خیلی راحت وارد میشن و پسورد شما رو عوض میکنن. اینجا چه فرقی میکرد؟ اگه ما دقت کنیم تمام طراحی‌های ظاهریشون دقیقا شبیه سایت اصلی هستش، فقط فرقش توی دامینشون هست. احتمالا خب اون هست https://facebook.com، حالا اونجا ای رو برداره، اس هم برداره، میشه http /facefacy ایرم هست کرده book.com. اون وقت اینجوری شما اگه ما دامنه رو نگاه کنیم دقت کنیم که اصلا این لینک دقیقاً کی این لینک رو برام فرستاده مهمه. من به اون کسی که اون لینک رو فرستاده باید اعتماد داشته باشم و بهترین کاری که میتونیم در این حالت انجام بدیم اینه که لینک رو روش کلیک نکنیم. اگه واقعا فیسبوک من هک شده، این ایمیل زده که فیسبوک من هک شده، من خیلی راحت یه کنترل تی وارد تب جدید میشم و می‌نویسم خب facebook.com وارد میشم و پسوردم اونجا عوض میکنم. نیاز نیست که از ایمیل این کارو انجام بدم. یا ایمیل های کوتاه شده که اکثرا الان خیلی ازش استفاده میکنیم، وقتی کوتاه شده ما در حقیقت دیگه نمیبینیم که این ایمیل سورسش چیه. مثلا من سایتم مثلا x.com، خب همیشه این هستش، وقتی این شورت بشه دیگه به این حالت دیده نمیشه. در نتیجه باید از این سرویس های استفاده کنیم که بیاد این شورت لینک ها رو تبدیل کنه به حالت اصلشون، بعد من ببینم که داره کجا میره. باز لزومی نداره روی خود اون لینک کلیک کنم. وقتی من دارم روی لینک کلیک میکنم یه سری اطلاعات رو دارم باهاش منتقل میکنم، کوکی ها رو. در بهترین حالت که البته بد هم هستش، شرکت ها میان این کوکی ها رو میفروشن در جهت کارهای تبلیغاتیشون. حالا این کار خوبیه دیگه. فرض کن که مثلا شما روی لینک کلیک میکنی میری و یه نرم‌افزاری رو چه بفهمی چه نفهمی داره پشت سیستم دانلود میشه و بر افزار داره و کارهای دیگه ای ممکنه انجام بده. تموم شدم، وقتم کم بود، حرفا هم زیاد بود، عذر میخوام. به خاطر اینکه بخوام چیز بشه میخواستم سریعتر بگم ولی خب نشد دیگه، به همش نرسیدم. در اصلت امیدوارم که مفید باشه و تو کارگاه هم اگه باشید دانیال بیشتر راجع به این قضیه به صورت عملی توضیح میده که جریان چیه. موفق باشید.